أستاذ بيامدي، يعني این پروژه وقتی که دو پروژه داد قابل یک دیگر قرار میگیرن عملا به چی معناست؟ یعنی شما از معاصره اقتصادی چین حرف زدن، شما از یک پروگرامی که بتانم در مقابل جهش اقتصادی چین، عملا چگونه این کار خواهد کرد؟ این پروژه در مقابل جهش اقتصادی چین، در مقابل پروگرام وان بلت وان روت. خدمت شما عرض شده که خب قبل از اینکه برم به اصل سوال شما، میخوایم یک چیز بگویم که افغانستان متاسفانه که از جاده ابریشم مانند یک ارزش تاریخی خودش تا اندازه استفاده نکرد، هیچ استفاده ندانست. بالای دریای امو استفاده شد، پالوی دریای امو استفاده شد، و مجرد که خط ابریشم مطرح شد، در نقاطی که خط ابریشم میگذشت جنگ آغاز شد، جوزجان و فاریاب و مزار و تخار و بدخشان و قندوز و نقاط در قد نهام ساختن تا بازم گوادور، بازم پاکستان مطرح شد و در قد برند قرقزستان از بالا بیند، از سکیانگ بیند پایین بیند و برند بیرون. از این لحاظ فکر میکنم که در پالوش که ما شما فتیم پاکستان یک مزله است برای گذشت ای خط از کشمیر، گذشت ازی از افغانستان مطرح است، بخاطر که ما در حقیقت مدیریت کارا طور نداشتیم که بتونیم از یک استفاده بکنیم، و در حقیقت افغانستان هم نباید کم گرفت و شاید پاکستانی ها در خاک خودشان هیچ گونه مشکل را خلق نکنن و مشکلی که خلق میکنن در افغانستان است. ما میگم دتن این چند بودی حرکت ها انجام میشه. حرکت های اول نوی حرکت های همکاریه که این دیها هم روی امریکایی ها انجام خود دادن و در حقیقت شاید هم پاکستان وادار شده که چنین کار را انجام بتن و در پالوش هم کشورهای پاسیفیک هم روشان همکاری انجام بشن که اینا در حقیقت یک نوع حرکت های جدی و همین بار هندی ها با همکاری آمریکایی ها در حقیقت شاید هم در یک توانی شاید هم بزرگ این فرصت یک سازمانه که اینا در حقیقت اون انسجام شوند در اونجا شاید بوجود بیه و آمریکایی در رأس آمریکایی ها برای اینکه آمریکا سخت تلاش میکنه که سازمان های اقتصادی قدیمی را در حقیقت شکلش تغییر بده و در حقیقت روند و حرکات درونیش تغییر بده، چی ناتو باشه که رسما انتقادش میکنه، چی تادی اروپا باشه، چه چیز باشه، میگن که ما تغییر میتونیم. حتی مسئله او سازمانی که کانادا، آمریکا و مکزیک همراه از روی هر جای هستن، همون هم در حقیقت امریکا تلاش میکنه که تغییر بده و به نفع خودش و شاید هم به نفع خودش که میگن ما زیاد خرج نمیکنم برای نامصرف نمیکنم کار انجام بده، مثل که ناتو انجام میده. جانب دیگر نوی یک اتحاد دیگه انجام میشه که اتحاد رقابتی انجام میشه. ایرانی ها سخت متوجه خودشان هستن برای اینکه با رفتن ترامپ با عربستان سعودی و وعده هایی که به عربستان سعودی داد با 110 میلیارد قرارداد که انجام شد و بعد او با صراحت و لهجه که در اسرائیل مسئله ایران مطرح کرد، ایرانی ها سخت تلاش میکنن خود نزدیک با روسیه بسازن و روس ها هم با چینایی های نزدیک بسازن. در حقیقت جزیره ایروشا را و که جزیره نمای جهانی میگنش اینه میره سه تا کشور یا خود بریکس در مجموع نگاش کرد. این در حقیقت نوع اتحاد از ایر انجام میتونه، یک نوع رقابت جدید را خلق میکنه. شاید این رقابت هم رقابت قاتلانه نباشه، شاید در درون جا رقابت قاتلانه باشه، ولی بازارهای خود این چینایی ها و روسو ها شاید بر ایرانی ها تاندازه باز کنن تا فشاری که بالای امریکا بالای از این وارد میکنن تاندازه وقت قوی نباشه، ولی هیچ گاهی مانایز نداره که در حقیقت حرکات آمریکا را اینا برانگیخته بسازند در مقابل خودشان، برای اینکه بازار کلان است. چینایی ها و روسا هم در حقیقت خودشان دارن. چینایی ها یک فایده دارن استاد، بسیار فایده کلان. اینا یک بازار، یک تقاضای داخلی فراوان دارن. تقاضای از اینا هم در تن به حدود 200 میلیون واحد تقاضا است که در حقیقت اگر ما یک مصرف کننده را بگیریم 1,400,000,000 نفر تقاضامند فقط در درون خود چینی ها وجود داره. مثل که اندیو هم چنین چیز دارند، در حقیقت کلانترین حرکات است که اینا میتونن بازار داخلی از اینا بسیار تقویه کننده خودشان هم باشن. از این لحاظ فکر میکنم که اگر ما بتونیم یک رول رو بازی بکنیم، متاسفانه که تا هنوز در میدان ما هیچ بازیگر خوب نیستیم، بر ما میتونه که یک کار خوب انجام شوه و ما میتونیم که از یک چالشی که به وجود میاد فرصت تبدیلش کنیم و فرصت رو بس بریم. ولی هیچ وقت ما به معتقد نیستم که این حرکت رای ابریشم نو یک فرصت نباشه برای افغانستان. این راه فرصت است و همیشه ما این فرصت ها رو متاسفانه که از دست میدیم. و لیکن سوالی که وجود داره، آیا واقعا یک چیزی هست یا نه؟ یعنی رای ابریشم نو چیزی که امریکا پیشنهاد میکنه، وقتی که مشکلات مثلا حضور پاکستان دی میبینیم
پاکستان چقدر حاضر خواهد شد که همکاری کنم. مثلا جنگ و بیامنیتی که میبینیم، مثلا سفر ترامپ که به سعودی میبینیم و از رقابت های جدید و از کشمکش های جدید در اینجا حرف زده میشه، از گسترش داعش حرف زده میشه، تیاره های نامعلوم میه در مناطقی که داعش از در اونجا اکمالات میکنم. اگه این چیزها را یک جای بایی ببینیم، یک پیشنهاد واقعی است یا نه؟ استاد من که به این معتقد هستم که عمدتاً اونمونتو که آمریکا در حقیقت سیاستهایش بسیار مغلق و پیچیده است، خود آقای ترامپ هم بسیار مغلق و پیچیده است. برای از اینکه من میفهمم که آدم اقتصادی است، قبولش میکنم که یک میلیاردر است، ولی از لحاظ سیاسی و حرکاتش حرکاتهای بسیار چیزهای دیگر انجام میبینه. در اینجا عمدتاً حال فعلا سیای از دوی امتیادی آمریکا و پنتاگون و در پالوش هم رهبری زیرزمینی آمریکا با اسرائیل عمدتا استراتژی‌های متفاوت در جای متفاوت تطبیق میکنن. در خط ابریشم عمدتا زیادتر انگیزه های سیاسی مطرح است تا انگیزه های اقتصادی، برای اینکه آمریکا هیچ گونه حرکات اقتصادی رو در این مطرح نمیکنه. دین ما داره که فروش انگیزه سیاسی تنها موثری چین است و یا رقابت کلانی که با چین از طریق موثری بسیار نرم چینایی ها و کاهش تقاضای این کشورها به کالای چینایی در حقیقت به هدف اقتصادی خود رسیدن است. معنا داره که هدف اقتصادی از اعضای متحده آمریکا در شرق آسیا کاهش فشار چینایی ها با فشار کالای چینایی در این کشورها منیسه یک کشورهایی که استراتژی کلان دارن و در حقیقت یک نوع رابط استراتژیکی دارن برای اعضای متحده آمریکا دارن و در حقیقت نقاط قوی آمریکا در این منطقه نشان میده تبارز میکنه. شما ببینید در شرق میانه برن در شرق میانه عمدتاً مسئله اقتصاد مطرح میشه، ولی نه مسئله اقتصاد سرمایه‌گذاری رشدیابنده یک کشور کلان مانند عربستان سعودی. در اونجا مسئله فروش مطرح میشه و بازار فروش از اعضای متحده آمریکا در اثر فشار سیاسی که انجام میشه یک بار دیگر در خط نمو قرارداد 1971 که دیپلماسی دوم دلار است تطبیق میکنه. در دیپلماسی دوم دلار موقعی که دلار از میان صندوق خارجی بین المللی از میان برداشته میشه، دلار میره که سقوط کنه، وزیر خارجه آمریکا میاد در عربستان سعودی، دیپلماسی دوم دلار مطرح میشه و این که ما شما لطفاً تمامی طلای سیاه که نفت است به دلار بفروشین یک کرنسی و ما تضمین دوام سلطنت سعودی را انجام میدیم. یک بار دیگه انجام میشه و در حقیقت با فروش 110 میلیارد به 250 میلیون دلار که تنها توفه میتن عربستان سعودی، در حقیقت دوام یا تضمین دوام مطرح میشه و دلار مطرح میشه و تضمین دوام سعودی ها مطرح میشه، در حالی که این از لحاظ اقتصادی مطرح که بازار فروش شد و در وقتی که در اسرائیل میره کاملا مسئله سیاسی مانند جاندار منطقه را اون تایید میکنه و از لحاظ سیاسی و تحریم اقتصادی ایرانی ها را فشار میده. من فکر میکنم فشار دادن ایرانی ها نه فشار دادن روسا است، نه فشار دادن مسئله سعودی است که در حقیقت مسئله سیاسی مطرح میشه. آمریکایی ها منیست یک کشور کلانه که دور از تمام کشورهای دنیا قرار داره و در دو جنگ دوم جهانی با وجود که برنده بوده و بسیار فعال هیچگاه یک فیر هم به بالای صورت نگرفته، در حقیقت یک نوع حرکت اقتصادی کلان خودشان دارن، بازار کلان آمریکای لاتین و همچنان کانادا همراهش است و اروپای غربی هم در حقیقت نوع گودی های است که به دست از امتدی آمریکا است. بله، این گودی ها به دست آمریکا خواهد ماند؟ یعنی امیالی ببینن در منچستر حمله صورت گرفت، حملات توریستی عمدتا بسیار آسان است که به اروپا صلاحیت کنم در این رقابت. پس اگر امریکا از بازی های سیاسی و استخباراتی استفاده میکند به خاطر رقابت اقتصادی خود، این به نفع اروپا خود بود؟ اروپا با آسیا و چین نزدیک خواهد شد یا با کمکان با امریکا باقی خواهد ماند؟ من شما خنده نکنید، بیننده من خنده نکنم، من یکان وقت یکان گپا در فکرم میگرده، یکان وقت فکرم میگرده که آیا میشه که کاملا رد بکنیم ای که شاید عملی تروریستی از جانب یک کشور بزرگ دیگه چون امریکا سازماندهی نشده باشه؟ اگر قبول بکنیم که سازمان های کلان که حال در قطع نوع حرکت های به گفته خودشان تروریستی رو انجام میتن تمویل میشه از جانب یک کشور دیگه و ایجاد میشه از یک کشور دیگه، من میگم باز تعداد زیاد عملات تروریستی هم چنین کار رو انجام میشه. مثلا در افغانستان فقط 3 روز پیش دوستای ما که رفتن غزنی، در اونجا دوستا آمدن امرای
کلاشنکوف و موترهای لنجر و کالای نظامی تاشون کردن، دولتی ها رو بردن، دیدن که کلی گپاش گپای آمریکایی بوده. از این من میگم که شاید هم چنین کار انجام بده که عقل قاصر ما شد نتیجه نتا، ولی من فکر میکنم که این عملات باعث میشه که زیادتر اروپایی ها رو پس کنه همراه امریکایی ها و امریکا فشار وارد کنه، در صورتی که ما امریکایی همکاری نکنم از این چیزا زیادتر شما خود دیدین. از این من فکر میکنم که در اروپا یعنی این خود یک نوع اجبار با وجود آمدن یک اجبار است که امریکا را اروپا را با خود نزدیک می‌سازند. بله. این تا چی وقت دوام خواهد؟ یعنی تا مدت زمان زیادی ممکن است که اروپا تحمل کنه؟ یک سیما پیش از اینکه بگویم یک سوال بسیار جالبی از سرم میاد که تا چی وقت داعش بود و بعد از او داعش منعیس یک دشمن دموکراسی دنیا مطرح شد؟ تا وقتی روسا حمله نکرده بود. بعد از اینکه روسا حمله میکنند آمریکایی ها میگن که چنین چیزی است و انتقالش میتونه اینجا. از این روز من میگم که عمدتا فکر نمیکنم که اروپایی ها حوصله جنگ های طولانی خودشان رو داشته باشند. از این لحاظ حتی اینا حوصله ادامه دادن 2% جی ان پی خود برای ناتو هم ندارن. از این خاطر آقای ترامپ قلمقالش برآمده، برای اینکه او تیوری و اساسی که اصلا آمریکایی ها در حقیقت ایجاد یک دشمن قوی و به اساس از او تقویه و فروش کالاهایش او را از بین رفته، دیگر روسیه دیگر شوروی نیست. روسیه بسیار حال خالد در حقیقت حرکات بسیار جنگوار نمیکنه. طرز که از شوروی اتحاد در اروپا نیست، حال از روسیه نیست. تنها از ما خود به تنها پولند 3000 عسکر آمریکایی را به خود قبول کرده و تعدادی از آدمای دیگره دیگر آلمان، فرانسه و دیگر ها رابطه های خود دارن و از اینا که فشار نباشه خود نگاه میکنه اینا. از این ببین بعد پولوش روسا دیگه ترس یک بر قدرت کلان دیگه که چینایی در مقابلش قرار داشته باشه و یه همیشه متوجه چین باشه دیگه نیست. این داخل یک چومدن در خود اینا حتی نزدیک شدن، حتی بله حتی تمرینات مشترک نظامی رو انجام میتن و نزدیک شدن، هدف ها بسیار نزدیک شده و دیگه کدام مزله عراضی و دیگه پایی رو ندارن. و فکر من همی است که عمدتا روسا و چینایی ها تلاش میکنن که دنیا را نقاط اقتصادی رو با هم وصل بکنن زیادتر. روسا هم تا علاقمندی جنگ با کم کشور ندارن، برای ازی که رسما نمیکنن کارا و توان ادامه جنگ کلان هم ندارن. چینایی ها هم چنین کار رو انجام میدن، ولی آمریکایی ها از ترس ازی که از 50 پایگاهی که اینا دارن یا 70 پایگاه من نمیفهمم که اما پایگاهی که دارن از ترسی که از دست نره چیگونه کار رو انجام بدن. من فکر میکنم که بازم قبول دارم که چینایی ها در افغانستان موقعی که اگه میان از طرف شمال خط آنها بر ما میارن یا خط ابریشم میگذرانن با صداقت نمیگذرانن، به خاطر که چینایی ها در حقیقت است یک دوست استراتژیک پاکستانی ها هستن و پاکستانی ها بسیار اولویت دارن در افغانستان. ولی خط اگه بیایه، چون خود آمریکایی ها در اینجا است و آسان ترین راه به خاطر رفتن آسیای میانه است، اگر ما مدیریت درست بکنیم و پاکستانی ها کم اعتراض داشته باشن از اینا و ایرانی ها هم در حقیقت ما رو یالا یالا کنن و مداخله نکنن، من فکر میکنم که این بسیار خوب است. ولی روسا، ایرانی ها، پاکستانی ها و چینایی ها را نباید کم گرفت در افغانستان، به خاطر که این نیروهای اساسی خود در درون افغانستان داره. یعنی اگر این تمام قوتا را دست کم نگیریم، پس مدیریت خوب در افغانستان به چی معناست؟ سیاست هایی که امیال مثلا اتکای مطلق ما سر امریکا و یا افغانستان باید چی بکنه؟ یک سمت متوجه باشین که ما در جا تار جلا گیر آمدیم و بسیار مشکل آمد است که تا از این تار جلا و از این چنگ خفا شکران بیرون برایم. از این داد من فکر میکنم که خب اگر مدیریت بگیم، ما واقعا مدیریت نداریم، برای اینکه مدیریت و نموشاخه های اساسی خود داره که ما متاسفانه در این مسئله ندارم. میاره پاسان کنیم دولت افغانستان که چیگونه برنامه داری در قبال خط جدید رای ابریشم و چیگونه در خط هماهنگی کوردینیت انجام داری در این خط ابریشم و چیگونه شما نوع سازماندهی را انجام دادن در این خط ابریشم جدید و چگونه میتودهای را به خاطر کنترل به کار می‌بریم و چگونه بجت را آوردیم که هم پست کار بس ها که یکی از میتودهای کلان مدیریت است، اینو ندارن. از این من فکر میکنم که موقعی که شاخه‌های مدیریتی را ما نداشته باشیم، خب معنا داره که مدیر نیست دیگه. معنا داره که ما متاسفانه
ما در حقیقت او شاخه های اجرایی سیاست های از امتدی آمریکا در منطقه هستیم که مطابق به نسخه داده شده از اونها ما حرکت میکنیم و افغانستان باید نوی حرکت های تشنجی به وجود بیه و این حرکت های تشنجی حاله در حقیقت آمده به تساوی. یعنی ما فقط قربانی رقابت خواهد شدیم. این رقابت کدام فرصتی را به ما به وجود نمیاره چون نمیتونیم استفاده کنیم. چند روز پیشتر یک کتاب انگلیسی را میخوندم که نوشته بود صلاح الدین. در اون کتاب صلاح الدین قصه صلاح الدین ایوبی بود. صلاح الدین ایوبی بر تمام عسکرایش گفت که یک گپ بسیار خطرناک است که در اورشلیم که آل بیت المقدس است در اینجا این فرانکی ها که نمی سوی ها هستند اینا تعداد مسلمان ها را جذب کردن که این مسلمان ها در مقابل مسلمان های دیگه می جنگن و عیسوی ها هیچ کشته نمی شدن و اینا هر روز یکی دارن می کشتن. و که حالا من فکر میکنم در افغانستان چنین چیزی است. آمریکا در موقف بسیار خوب برتر و کشورهای دیگه در موقف خوب برتر است. فقط در افغانستان پروبلمی که وجود داره ما بین خود پروبلم داره ما میکشیم. شما چند تا پاکستانی، چند تا عربی، چند تا آمریکایی، چند تا چینایی، چند تا روسی در افغانستان کشته میدین. ما روز 100 نفر تنها عسكر روز 100 نفر افغانستان عسكر 100 تا اپوزیسیون 100 تا ملکی 300 تا مانه 18000 نفر. یعنی من میگم در حقیقت ملل متحد میگه مانه 18000 نفر یا 18000 خانوار در سوگ عزیزانشون در افغانستان میشینن که سال 100 چند هزار نفر میشه. از این من فکر میکنم که ای در افغانستان نمیشه که افغانستان باید اول مدیریت که مدیریت بگیم اول باید ما رهبریت درست و در حقیقت نوع زعامت که بتونه در حقیقت زیاد متوجه مردمش باشه تا زیاد متوجه منافع ملی کشورهای دیگه وجود داره. ما میخوایم که در اینجا وقت ما آقای کرزی گفت که بگو منافع ملی چیست. ما پرسیدم که آقای کرزی که منافع ملی تون تعریف کنه. گفت که خودت تعریف کن. ما یک تعریف کردیم گفت نه تعریفی که خیرالله خان که برای خیرالله خان تعریف کن یک خوی یک تو علمی میگی. ما چوز زدم یک چیز پیدا کردم به اجازه شما. یعنی چیزی که آن فهم باشه بله من خودم پیدا کردم میره. من میگم که منافع ملی تمام ارزش های مندرج در قانون اساسی هم منافع ملی است. این حالا اگر کسی را پیدا کردیم که یک ریاست جمهوری که تمام ارزش های مندرج منافع مندرج قانون اساسی را مانند مردم که چشم و قلب خودش دوست داشته باشه و تدبیر قضور تطبیق بکنه ما میگم که ما در قد مدیریت سر از مدیریت میکنیم. یعنی مانا چی داره؟ مانا داره که در افغانستان اول باید ما تعهد ایجاد کنیم با تخصص. این مانا داره تخصص متخصص بدون تعهد مانا داره وطن فروشی میشه. ما بسیاری وقت خوشم فکرار دیدیم بسیار مادم های کلانه هستن ولی تعهد به کشورهای دیگه دارن و در خط میتونه بسیار آرام کشور ما رو بفروشن و یک آدم دیگه که متعهد است و جوالی است یک جریب زمین هم کس پیش گرفتن میتونه و در خط جنگ های افغانستان مطرح شد که ما نمیمانیم کسی را با وجود که چیز نمیفهمیم ولی کسی نمیمانیم. از این لحاظ اگر ما متعهد باشه کسی که سیاست مدار ما و در پسر تعهدش تخصص هم داشته باشه که در خط قانون اساسی چیزهایی که از تطبیقش بکنه من فکر میکنم که ما میتونیم که در این بازی که انجام میشه در میدان ما عقلا اگر گل نزنیم جلوگیری از گل خوردن کنیم. اگر گل نزنیم جلوگیری از گل خوردن کنیم. لیکن نال خب سوال بسیار مهمی که شما مطرح کردین رول و نقش حکومت است. اگر حکومت خب شما گفتین در چنین وضعیت باشه که مطلقا اتکای ما سر امریکا است و جز سیاست های امریکا شمرده میشیم پس از هیچ فرصت استفاده کردن نمیتونیم. این حال ملت مکلفیتی که ملت داره چیست؟ تابعی وضعیت باشن و یا مردم باید چی بکنن؟ ملت چی بکنن؟ همین یک وقت خوبی رو نمیگم که برای ازی که تبین میشه باید که مگنه یک قصه از ملت داشتم ولی من میگم که دتن گناه ملت هم نیست به این معنی که در بعض موارد من فکر میکنم که در بعض جای ها باید ملت ها خیزش خود انجام بتن گپای خود باید بزنن در جاده ها برن بیرون انتخابات خود انجام بتن در پارلمان سر فریاد ها بزنن دو گپا ولی در افغانستان همه فریاد ها خاموش است. شما در جاده برآمده نمیتونین شما در مابین پارلمان بوده نمیتونین برای اینکه هر روز تمدید شده میره هیچ کس پارلمان بوده نمیتونن شما در جای دیگه حرف زدن نمیتونین. از این لحاظ تمام اصل اساسی آزادی که برای از آزادی بیان باشه که در خط مرکز میراق گپو است ما تنها در بعض تلویزیون ها دیدیم که چند تا آدم ها شاید 2 تا 300 تا آدم ها در این یک تلویزیون هایی که وجود داره مردم میبینه میاره و دیگر ها در حقیقت نمیشنونده ها هستن که تقریبا پوزخم میکنن و لیاف از خود میکنن خواب میکنن فردا برای لقمنان میان. از این لحاظ مظلومترین قشر
یا مردم دنیا نباید توقع کرد که با 40 سالی که ما را ضربه زده ما فریاد بکنیم. ما میگیم که عمدتاً خب یک مقاومت باید انجام بدیم، ولی وظیفه او روش فکرهایی که از درون افغانستان میخیزن و از درون افغانستان خونشان از درون افغانستان است و در خط عاشق کشور است، آخرن چیزی که نمیتونن باید چیز را بگوین و چیز را بنویسن و چیز را بوجود بیارن. متاسفانه که چیز را مردم نباید از ما دلگیر شوه. ما سالهای زیاد را بمین قیم خواد بودیم، مثل کوریا جنوبی واره، مثل مالزیا واره، سنگاپور و اندونزیا واره، مثل عربستان سعودی واره. ببینید در عربستان سعودی مردم شو خوردن نمیتونه، ولی رهبری تمام در کشور اسلامی کلش هم اینطور است. چند تا کشور اسلامی است که رهبرای ارتجایی ندارن و از مردمشون فکر میکنن. باقی مونده تمام این کشورها داره رهبری ارتجایی هستن که بر مردم خود ظلم میکنن و مخاطر منافع ملی کشور دیگه هستن. که مردم سر تغییر رهبری و ایجاد رهبری ملی فکر نکنن، هیچ فرصتی وجود نداره که ما از اون استفاده کنیم. بله، هر فرصت به یک چالش تبدیل میشه. ولی رفت بین مردم، مردم یاد داد. بله. از امید است که کشورهای غربی یک کار بسیار چاله بسیار کلان زدن. ما بهترین جای مسجد داریم. در هر هفته تعداد 100 تا 200 تا 300 تا نفر از مسجد جمع میشن. ما می مسجد روز جمعه مدنی نیست. اینا میگن بر ما. می خودشون کلیسا روز جمعه مدنی است، ولی مسجد ما مسجد ما نیست. بله. حاصل ما میگیم که به مولا را بگیم که شما می کار انجام بدین. بین استادا رو بگیم که معلمین و استادا رو که در صف حداقل 5 دقیقه تونه راجع به وضعیت گپ بزنن که ما چگونه تاریخ دادیم، چرا تاریخ ما رو از بین میبرن اینا. عزیز من فکر میکنم استاد که حتی در بعض موارد شما راگمک میشن و من یک چیز بهشون میگم که با وجود راگمک هستن، با وجود که این گپا وجود دارن، ولی کشور کشور است که ممکن ناممکن، ناممکن ممکن میسازه. این کشور از این لحاظ از ممکن شدن بعضی گپا رهبری و امریکا باید کمی راسک خود داشته باشن که میشه که این ممکن ها رو که فکر میکنن ما گفته ایم که ممکن میسازیم، کی میسازه اونو قش باسی هم امریکا و همی رهبری که آلی وجود داره. امریکا هم مال که وقتی میگم که در قدس ممکن نیست که ملتی وضعیت تا زمان زیاد تحمل کنه. من معتقد به اسم دعوت و تکرار که مال تکرار میکنم که بهترین دموکراسی رو امریکا در قانون خودش داره. عدالت حتی تا عدالت انجام دادن، ولی امریکا مستبد جهانی است، استبداد جهانی انجام میدن. تمامی کشورهای همسایه ما هستن استبداد منطقی انجام میدن. چین استبداد منطقی انجام میده، روسیه استبداد منطقی داره، ایران استبداد منطقی داره، پاکستان در سند ایجاد استبداد منطقی است، هند استبداد منطقی میگن که در ساتلایت هایشان، عربستان سعودی و غیره و غیره. این مانند قدرت در جایی که برسه استاد، در جایی که قدرت باشه استبداد میه و میتونه که طرف مثبتش باشه مقاومت انجام شه. ما میگیم که در جایی که تا منابع قدرت ایجاد نکنین شما حرف زدن نمیتونین. منابع قدرت در دست مردم است. در دست مردم است. بسیار زیاد تشکر. خدا شما کنم. گران لدن کو تاسون هم منانو ترس پوریم. مکسر روی. لاتون که بحث پوریم. دست پارو. الله مومر.